رحیم شایگان دوست و همدوره علیرضا پهلوی و استاد ایران شناسی در دانشگاه کالیفرنیا در مورد فرزند شاه فقید ایران و افسردگی او در گفتگوی با فریده رهبر چنین گفته است. بالا حضرت علیرضا با اکثر دوستان قدیمیشون که بنده جز اونها هستم چندی سالی هستش که در فاصله به سر می بردن و فکر میکنم تمایل خودکشی در ایشون شاید بلند قامتر از نیست که فقط مربوط به روزهای آخر باشه و قدمتی داره در منش ایشون. افسردگی در ایشون بوده، همیشه بوده و این افسردگی یک نوع افسردگی کلکتیوه، اکثریت ایرانی رو در بر میگیره. من دوستان قدیمیشون هستم مثل خیلی دوستان قدیمی دیگرشون که ایشون تا حدی دور از خودشون نگه داشتن وقتی که تصمیم گرفتن خودشون رو بیشتر ایزوله بکنن. شما میتونیم برای ما بگین که شخصیت و روحیات ایشون چگونه بود؟ والا حضرت علیرضا بدون شک که اکثر جوانهای ایرانی بر از انقلاب اسلامی در خارج از کشور یک رول جدیدی برای خودشون پیدا کردن و این در واقع گرایش به فرهنگ ایران قدیمه و میشه گفتش که ذهن نابی داشتند، یک حافظه واقعا بی همتا و یک شناخت خیلی خوب از موسیقی اصیل ایرانی و از موسیقی کلاسیک غرب و از هر نوع امکانات ذهنی و انتلیکتوال برخوردار بودند. فراتر از اون آدم درخشانی هم بودند، چه در رفتار باشه که جوان مردانه بودن میشه، چه در دوستی و رفاقت که عیارانه بود. و باید بگم که به حال خودکشیشون در واقع نشون دهنده یک شکست، حتی میشه گفت یک شکست برای تمام یک نسل، نسل ما، نسل بچه‌هایی که بعد از پدرانمون در غربت زندگی می‌کنیم و بر همین شاید خیلی سخت‌تر تحملش. راجع به ایران نظرشون چی بود؟ آرزوشون برای ایران؟ والا حضرت علیرضا مثل شاه جوان هر دو بدون شک اعتقاد به مردم سالاری داشتند و ایشون تمام فکر و ذهنشون در واقع آینده ایران و خدمت به ایران بود و حتی گرایششون به فرهنگ ایران قدیم هم در این جهت بود که اینقدر وابستگیش به ایران زیاده که تصور نمیتونه بکنه در غربت از بین بره. اینو همه میدونن که علیرضا میخواست برگرده، چه زنده چه در واقع فرم دیگر، برگرده به مملکت. حتی الان بعد از فوتش که احیانا یک موقع برای بازگشت به ایران آرامگاه آخرش رو پیدا بکنیم. علاوه بر دوری از وطن چه چیزهایی شاهزاده رو آزارش میداد؟ بدون شک به عنوان شاهزاده این احساس وابستگی و یه احساس این که مدیون هستن به این مملکت و در این حال امکانات محدودی که چجوری میتونن در راه این مملکت در واقع کار کنند و چون به حال شاهزاده چی کار میتونه بکنه در خارج، درسته؟ چه امکاناتی داره و این یک درد نسبتاً عمیق در ایشون ایرانی که به وجود آورده بود که غیر قابل حل بود.